سلام دوستان خب تو جلسه قبل ما در خصوص میارهای مکان صحبت کردیم با هم دیگه و گفتیم که میارهای مکانی تمرکز داده ها یعنی کجا داده ها بیشتر جمع شدن و تمرکز داده ها کجا هست رو به ما نشون میدن حالا تو این جلسه میخوایم مقدار پراکندگی یعنی میارهایی که پراکندگی داده ها رو نشون میدن چقدر داده ها نزدیک هم هستن و چقدر داده ها بیشتر پخش شدن میخوایم این میارها رو بشناسیم که بهشون معیارهای پراکندگی یا مقیاسی هم میگن این معیارهای پراکندگی در واقع مقدار پراکندگی رو حول محور حول پارامترهای مکان حساب میکنن اگه تو این نمودار توجه کنین الان ما دو تا نمودار داریم یکی قرمز رنگ هستش یکی هم آبی این اگر فراوانی هستش فراوانی در نظر بگیریم مقدار میانگین هر دوتا نمودار قرمز رنگ و آبی رنگ یکی شده و برابر با صد در اومده اما این دوتا با هم خیلی تفاوت دارن این یکی انحراف معیار بسیار زیادی داره یعنی مقدار پراکندگی زیادی داره دادهاش و داداش خیلی پراکنده هستند. اما این یکی تجمع دادهاش بیشتره و پراکندگی کمی داره و ریلایبل تر هستش یعنی بیشتر میتونیم بهش اعتماد کنیم مثلا اینجا اگر من بگم برای نمودار آبی میانگین 100 هستش نمیتونم سنس خوبی رو از حس خوبی رو از داده هم داشته باشم و اونا رو خوب تفسیر کنم به خاطر اینکه این مقدار 170 هم تعداد زیادی بودن که داشتن 130 هم تعداد زیادی بودن داشتن 60 هم تعداد زیادی بودن که در واقع فراوانی داشتن اما با سر قرمز رنگ میتونم صد رو به عنوان یک معیار مناسب بگم که میانگین افراد 100 نفر بوده در واقع خب از اینجا متوجه میشیم که ما وقتی که میار مکان رو میانگین یا هر چیز دیگر رو حساب میکنیم میار پراکندگی اون رو هم باید حساب کنیم که ببینیم چقدر داده ها اون پراکنده شدن این میارها که دامنه معروفترینش هستش و خب البته همه جا زیاد استفاده نمیشه دامنه و نشون میده که ماکسیموم ما و مینیموم ما چقدر با هم تفاوت دارند در واقع میگه کلا رنج یا دامنه داده من از مقدار به طور مثال اینجا میتونیم بگیم 18 تا 72 هستش خب مقدار سنیمون یعنی دیگه بیشتر از این هم نیست کمتر از این هم وجود نداره حتی با وجود که یه نفر اینجا هستش و بی امای ما از مقدار 20 تا مقدار مثلا پنجاه وجود داره حتی با وجود اینکه یه نفرم اینجا هستش و میبینیم که دامنه باعث میشه خیلی در واقع فضای بزرگی رو در نظر بگیریم اگر یادتون باشه ما توی نمودار جعبه ای اومدیم, پراکند... اومدیم نقاط دور افتاده رو به دست آوردیم و گفتیم مثلا یه چنین نقطه دور افتاده هستش و یه علتی داره و در حالت عادی این درسته البته این نمودار پراکندگی خودش زیادی رو داره و تجمع داده ها کم هستش خب پس دامنه داره مقدار ماکسیموم و منهای مقدار مینیموم رو به ما نشون میده که اینو باید درست کنم پس مقدار ماکسیموم منهای مقدار مینیموم دامنه رو به ما میده بعضی جاها ما نیاز داریم که دامنه رو بدونیم که در کل رنجمون چقدر هستش خب معیار خیلی مهم و معروف دیگه ای معیار واریانس یا انحراف معیار هستش در واقع واریانس از طریق توضیح ها به دست اومده و مقدار پراکندگی نسبت به میانگین رو داره به ما نشون میده این توضیح توضیح نرماله یعنی این نموداری که خیلی جاها هم دیدین حالا واسه قبلی میبینیم اکثر نمودارها نمودار فراوانی یا حالت زنگی شکلی رو دارن خیلی آشون این اینطوری هستن و معروف شده به نمودار زنگی که ما در دورهای بعدی حتما زیاد در موردش صحبت خواهیم کرد ما نمودار مختلفی داریم مثلا این شکلی داریم این شکلی داریم حتی این شکلی هم داریم خب نمودار مختلف ولی این نمودار زنگی یکی از معروفترین نمودارهای هستش که میگن توضیح نرمال بشه و در واقع داره نشون میده که فراوانی ما کم بوده اینطوری بوده و رفته رفته زیاد شده به یه مقدار ماکسیمومی رسیده باز دوباره کاهش پیدا کرده خب من به خاطر اینکه نمودار در واقع زنگ شکل رو زیاد دیدین گفتم یه توضیح در موردش بدم حالا واریانس داره مقدار پراکندگی داده ها در مقایسه با میانگین رو به ما برمیگردونه اگه توجه کنیم ما اینجا تقریبا چهار تا نمودار داریم که داره میانگین یکسانی هستن اما واریانس اونها و انحراف معیار اونها متفاوته و تو اینجا خیلی قشنگ نشون داده گفته اگر من یک انحراف معیار فاصله بگیرم از میانگیرم و یک انحراف معیارم کم بشم از میانگیرم اون وقت 68 درصد داده ها رو تو این نمودار پوشش خواهم داد که خب درصد خیلی خوبی هستش به خصوص وقتی که دو انحراف معیار و کم و زیاد کنم از میانگین 95 درصد از دادهامو دارم پوشش میدم و این قضیه در واقع داره به من نشون میده که چقدر میتونه مهم باشه مثلا بگیم این نقطه تو کجای مثلا نسبت به نقاط دیگر تو کجای این جمعیت قرار گرفته و خیلی اطلاعات خوبی رو به ما میده یه چیزی که اینجا در نظر بگیریم مثلا مثبت منفی زیگمایی که گذاشته اینجا در واقع گفته من به اضافه یه زیگما کنم این رو این رو هم به اضافه یک زیگما من یک زیگما کنم میو رو حالا اینجا میو ده هستش و انحراف میار تقریبا اگه پونزه باشه یک دو سه چهار شیش هستش نمره چی نمیدونم خوب نشون نداده توی این نمودار حالا فرض میکنیم مثلا سه اینجا اون وقت میشه سیزده اگه سه در نظر بگیریم و منهای سه میشه هفت یعنی اینجا خب و اینجا حالا پنج که کوچیکتر میشه پس در واقع این ناحیه ناهیه هستش که داره 68 درصد از داده من رو پوشش میده خب انحراف معیار اگر ما فرض کنیم که مشاهداتمون به صورت x1 x2 الا xn باشه n کوچیک برای نمونه هست گفتیم و n بزرگ برای جمعیت اگه تو در واقع مثال خودمون یا خاطرتون باشه ما قیمت دلار رو در نظر گرفته بودیم و x1 xi در واقع ارزش دلاری رو داشت نشون میداد و با سه 5000 تا کالا من از x1 الا x5000 رو دارم اگر بخوام انحراف معیارش رو بگیرم واریانسش رو بگیرم به اس میگم واریانس نمونه یعنی من سه جمعیت نمونم مثلا باسه اون 117 تا کالایی که جدا کردم یک نمونه بود از اون جمعیت واریانس در واقع میشه به توان دو اس خود اس یعنی انحراف معیار استاندارد دیویشن انحراف معیار هستش در واقع ما از طریق احتمالات داریم واریانس رو حساب میکنیم و واریانس انحراف معیار برابر با رادیکال واریانسه یا اگر باسه جمعیت که زیگما رو نشون میدن انحراف معیار جمعیت برابر با رادیکال زیگما دو علتش همین هستش که وقتی که واریانس رو داریم حساب میکنیم ما داریم به توان دو میرسونیم تمامی میار هامون رو میبینین ایکس های ما به توان دو میرسه و یه عدد خیلی بزرگی رو نشون میده که توان, دو در واقع مشاهدات ما هستش باسه اینکه هم اندازه در واقع مشاهداتمون باشه واریانس رو حساب کن از اون یه رادیکال میگیرن که بدونیم هم اندازه در واقع مشاهداتمون هستش به خطر این واریانس و انحراف میار خیلی استفاده میشه و توی در واقع آمار ما بیشتر انحراف میار رو اعلام میکنیم تا واریانس ها. اما باسه کار احتمالی یا واسه محاسباتمون از واریانس خیلی جا استفاده میکنیم خب در واقع اینجا زیگما یعنی مجموع کل انحراف از میانگین رو دارم حساب میکنم اگه توجه کنین x آی در واقع بذارین من اینجا رو یکم چیز کنم تمیز کنم خب اینجا x آی من اگر واسه ده تا نمونه در نظر بگیریم که ساده تر باشه خب فرض کنید x1 دارم x2 دارم x3 دارم x4 دارم و x5 دارم که حالا هر کنون یه عددی میتونن باشن میانگین اینها برابر با x زیگما x برابر با زیگما i از یک تا 5 مجموعه x آیه های من تقسیم بر 5 درسته این میشه میانگین من حالا انحراف معیار یا واریانس من برابر با دونه دونه این مشاهدات مجموعشون یعنی x یک دونه دونه این مشاهدات من های میانگین که همون ایکس بار هست در واقع مجموعشون به توان دو چون منفی نمیتونه باشه دوباره میشه x دو منهای x بار به توان دو غیره میشه x پنج منهای x بار به توان دو تقسیم بر n منهای یک این n منهای یک به خاطر این هستش که من دارم نمونه رو حساب میکنم و به این میگن درجه آزادی که بعدا حتما بهش خواهیم رسید تو دو دورای بعدی ولی در نظر بگیم که به این میگن درجه آزادی وقتی که این رو ساده کنیم به این فرمول می که میگه زیگما x آی ها به توان دو یعنی x یک به توان دو به اضافه ایکس دو به توان دو الا ایکس پنج به توان دو مجموع اونها منهای ان برابر میانگین به توان دو یعنی پنج زب داره x بار به توان دو حالا اگه بخوایم این مقدار رو باسه یه جمعیت ستایی که ساده باشه الان محاسباتش حساب کنیم فرض کنیم مثلا 2 5 و 10 رو داشته باشیم که میانگینشون میشه 17 تقسیم بر 3 رو ما اومدیم ساده تر باشه بزنین 18 بگیریم این 3 باشه خب میشه 18 تقسیم بر 3 میشه 9 درسته پس این برابر با x بار من هست حالا واریانسش چی میشه میشه هر کدوم از این داده ها یعنی 3 منهای 9 به توان 2 به اضافه به اضافه 5 منهای 9 به توان 2 به اضافه 10 منهای 9 به توان 2 تقسیم بر 3 منهای 1 که خب برابر میشه حالا با یه عددی را اگه سریع بخوایم حساب کنیم سه منهای 9 میشه 6 به توان دو به اضافه 4 به توان دو به اضافه یک به توان دو خب من از منفیاش گذشتم در واقع منفی 6 به توان دو هستش و این منفی 4 به توان دو هستش دیگه که به توان دو برسه در واقع منفیش میپره میشه سی و به اضافه 16 به اضافه یک بزافه 16 بزاف 1 تقسیم بر دو که حالا یه عددی به دست میاد به این میگن واریانس یا انحراف معیار که تو خیلی از توضیح ها و خیلی از جاها استفاده میشه معیار بعدی معیار ضریب تغییرات هستش ما وقتی که بخویم انحراف معیارهای دو تا جامعه رو حساب کنیم یا اتونه ما یه دونه ارزش دلاری داشتیم یه جا هم وزن داشتیم اگه واسه وزن یه انحراف معیار جدا میگرفتیم و واسه ارزش دلاری هم یه انحراف معیار جدا میگرفتیم و بخوایم این دوتا رو با هم حساب کنیم چون واحد اونا برابر نیست این یکی کیلوگرم بود و این یکی دلار بودش نمیتونیم مقایسه خوبی رو داشته باشیم به خاطر این کار میایم اونها رو بی مقیاس میکنیم بدون واحدشون میکنیم که به اون میگن ضریب تغییرات اگر چون من الان انحراف معیارم توی ارزش دلاری بر اساس دلاره x بارم هم بر اساس دلاره که این دوتا با هم میرم و این میشه بدون واحد یا بدون معیار بدون مقیاس وقتی که بدون مقیاسش کنم میتونم اون وقت دو تا رو دو تا از جمعیت متفاوت رو با هم مقایسه کنم که ببینم کدوم ضریب تغییراتش بیشتره کدوم ضریب تغییراتش کمتره و بدونم تو کدوم حالت پراکندگی بیشتری ایجاد شده خب به اینم میگن ضریب تغییرات که در واقع انحراف میار تقسیم بره میانگین هست چرا S2 نیست به خاطر اینکه S2 در واقع میشه دلار به توان دو تقسیم برای دلار که آخرش میشه دلار پس اینجا انحراف میار باید تقسیم بر میانگین باشه خب اه ممنونم از توجهی که داشتین امیدوارم مفید واقع شده باشه تا جلسه بعد که من میانگین و انحراف معیار رو توی اکسل به دست میارم تا ازش استفاده کنم و دادام رو تحلیل بکنیم خدا نگهدار